نشست علمی روزانه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه دوم رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در این جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در رابطه با حکم چگونگی تشخیص اذان صبح به ویژه در ماه مبارک رمضان فرمودند این مسئله در کتاب اروت الوسقا آمده و فقها ها هم به آن اشاره کردند که در ماه مبارک رمضان پیش از اذان از صبح که انسان مشغول خوردن و آشامیدن است برای یقین پیدا کردن در خصوص فجر فحص و جستجو لازم است لذا لازم است که یا خود شخص فجر را ببیند و یا با پرسیدن از دیگران به یقین برسد معظم الله با اشاره به اینکه نظر اهل خبره در موضوعات معتبر است فرمودن به دست آوردن زمان دقیق فجر از طریق تقویم هایی که توسط اهل خبره و تخصص تنظیم شده حتی اگر شیعه و مسلمان نباشند معتبر است یا اگر یک نفر اهل خبره و تخصص حتی اگر مسلمان و شیعه نبود جهت قبله را به شما نشان داد چنانچه سقه باشد قول او حجت بوده و معتبر است ایشان در رابطه با تقویم هایی که اوقات شرعی را ثبت می کنند فرمودند تقویم هایی که اوقات شرعی را ثبت می کنند معمولا توسط اهل خبره و تخصص تهیه می شود لذا می توان به آنها اطمینان نمود اما اگر در میان آنها اختلاف به وجود آمد در چنین شرایطی رعایت احتیاط لازم است اما اگر در میان اهل خبره معارضی وجود نداشت و یا فقط یک نفر اهل خبره وجود داشت آن قول معتبر است آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند مستثنای حدیث لا در جایی است که انسان نماز خوانده است اما بعدا مشخص می شود که مثلا رو به قبله نخوانده است لذا حدیث لا در اینجا می گوید که باید نماز اعاده شود اما در مسئله تشخیص جهت قبله و یا تعیین حد ترخص و مسافت شرعی هشت فرسخ اطمینان یافتن از غیر شیعه و غیر مسلمان هم معتبر است چنانچه اهل خبره و سقه باشد این مسئله در عروت الوسقا آمده و هیچ یک از فقها ها به آن هاشیه نزدند و مورد قبول همه آنها واقع شده است با هم فرمایشات آیت الاروز ماشیرازی را ببینیم و بشنویم میدونید این سقه یک فایده نداره نه 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 فایده نداره چون اهل خبره باید باشه که قبل از کدوم بره و سقه باشه نه در مورد ال... چیه کافر میگه این زبیحه حلاله یعنی میگه مثلا اگر انسان از حرفش اطمینان پیدا کرد اون اسمینانه اعتبار داره اما اگه اسمینان پیدا نکرد نه اعتبار نداره سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به این شرح بود حکم شک در آیات سوره حمد در نماز تفاوت تفاوت فرقه عبازیه و زیدیه حکم تغییر دادن نسب تعریف و حکم رد مظالم میار تشخیص روایت صحیح و شرح بخشی از وصیت امام حسین به حضرت زینب سلام الله علیه از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله رازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم بذکر ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت ده و چهل و پنج دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.